عباس جعفری دولت آبادی دادستان کل تهران امروز اعلام کرد ایران 3 کوهنورد آمریکایی که در اواخر ماه ژوئیه دستگیر شدند را به جاسوسی متهم کرده است. خبرگزاری رسمی ایرنا به نقل از دولت آبادی اعلام کرد اتهام آنها جاسوسی است. تحقیقات در مورد این 3 نفر ادامه دارد. شین بار، سارا شورد و جاش پتل روز 31 ژوئیه دستگیر شدند. گفته شده است که آنان به خاطر ورود به ایران هنگام کوهپیمایی در امتداد مرز شمالی عراق که خوب علامت گذاری نشده بازداشت شدند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا امروز در واکنش به این خبر گفت هیچ گونه شواهدی برای متهم کردن آن ستن به جاسوسی وجود ندارد و بار دیگر خواستار آزادی سریع آنان شد. خانواده ها، دوستان و طرفداران این ستن دیروز در ایالات متحده و 8 کشور در سراسر جهان برای بزرگداشت 100مین روز زندانی شدن آنان مراسم شب زنده‌داری برگزار کردند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران دیروز در استانبول با عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه و رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور ملاقات کرد. احمدی نژاد برای شرکت در یک اجلاس اقتصادی سازمان کنفرانس اسلامی به استانبول سفر کرده است. احمدی نژاد در جریان مذاکرات با رهبران ترکیه درباره مسائل منطقه‌ای و دو جانبه به رایزنی پرداخت و خواستار همکاری بیشتر میان دو کشور شد. نیویورک تایمز امروز به نقل از مقامات دولت آمریکا و دیپلمات‌ها گزارش داد ایران پیشنهادهای دولت اوباما برای معامله سوخت هسته‌ای سازمان ملل متحد را نادیده گرفته است. در این گزارش آمده است که ایالات متحده در تلاش برای تعدیل این معامله از طریق پیغام‌هایی از کانال‌های غیرمستقیم به رهبران ایران گفته است که این کشور مایل است به تهران امکان دهد تا ذخیره اورانیوم کمتر غنی شده خود را به چندین کشور از جمله ترکیه برای نگهداری ایمن موقت بفرستد. با این حال این پیشنهادها که 2 هفته قبل از طریق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه شده نادیده گرفته شده است. سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران دیروز گفت وی امیدوار است تهران و قدرت‌های جهانی به زودی در مورد معامله سوخت هسته‌ای به توافق برسند. جلیلی در ملاقاتی با سرگئی ریباکوف معاون وزیر خارجه روسیه در تهران همچنین گفت که ایران می‌خواهد به رایزنی درباره یک بسته پیشنهادی که به 6 قدرت جهانی ارائه شده است ادامه دهد. خبرها و خبرهای دیگر در تلویزیون واشنگتن.com